سلام، ما درس پنج را برای صنف ابتدایی رسامی آغاز می کنیم. در ادامه صنف ما با مینوهای طول آشنا می شویم. امروز ما قصد داریم با ابزار پینت برش طول آشنا شویم. با استفاده از پینت برش طول می توانیم از نمونه های فنبرس در الستراتور برای بیان انواع مختلف بافت استفاده کنیم. در ابتدا یک خط می کشیم. خواهید دید که نمونه برس من انتخاب شده. در اینجا اعمال می شود. به مینویی که در سمت راست به نام برشت از نگاه کنید. آن را بکشید تا بزرگ شود تا دیدن آن راحت تر شود. نمونه برس یعنی برشت زیادی برای نوشتن خط وجود دارد. به سلکشن تول خط را که با برش تول رسم کردیم انتخاب کرده و سپس یک نمونه برش متفاوت را اعمال کنید. می توانیم آن را طور جلوه دهیم که گویی با دست کشیده شده است. ما همچنین می توانیم یک نمونه برش را روی خطی که با پن تول کشیده ایم اعمال کنیم. بیایید آن را امتحان کنیم. دستگیر یعنی هندل را بیرون آورده و یک خط منحنی رسم کنید. دستگیر یا هندل را برش کنید. و دسته را دوباره بیرون کرده و خط منحنی را تنظیم کنید. بعد دستگیر یعنی هندل را ببرید. بیایید یک نمونه برس را اعمال کنیم. شما می توانید ببینید که در اینجا اعمال شده است. مثل این. رسم کردن اشکال و کلمات به روشی که خودتان می خواهید مفید است. به خاطر که ما واقعاً از پنسل تول که در کنار برش تول هست استفاده نمی کنیم. در صنف ابتدایی از آن می گذاریم. اکنون من روت تول یا سکیل تول را با هم توضیح می دهم. در واقع این دو ابزار عملکرد مشابه با سلکشن تول را دارد. به خاطر که کارکرد آنها یکسان است. از ابزاری که برای شما راحت تر است استفاده کنید. ابتدا با رکتنگل تول یک مستطیل رسم می کنیم. به خاطر که هیچ رنگی در فیل کالر وجود ندارد، من رنگ سبز را از استروک کالر یا فیل کالر منتقل کردم. آیا به یاد دارید که با استفاده از سلکشن تول می توانیم تغییرات ساده ایجاد کنیم؟ همچنین به یاد داشته باشید که وقت مکان نما را بر روی رس قرار می دهیم می توانیم آن را به چرخانیم. حرکت دادن آن با ماوس تمرین کنید. و من همچنین به شما گفتم که ما می توانیم اندازه رس او را تنظیم کنیم. و روش دوم این بود که با سلکشن تول روی شکل کلیک کنید. سپس کلیک راست کرده و از گزینه های موجود در مینوی ترانسفارم انتخاب کنید.
درست است؟ برای تغییر شکل می توانیم از روتیت و رفلکت، اسکیل و سایر مینوها استفاده کنیم. یادتان آمد؟ ما می توانیم نوع تغییر شکل را از پریویو بررسی کنیم. یادتان آمد؟ روتیت تول، اسکیل تول تفاوت چندانی ندارد. اما آنها فایده این کار را با جزئیات بیشتر دارد. در ابتدا روی روتیت تول دوباره کلیک کنید. اگر گزینه پریویو را برداریم شکل اصلی را می‌بینیم و اگر پریویو را بررسی کنیم شکل تغییر یافته را مشاهده خواهیم کرد. با سلکشن تول نمی توانیم آن را دقیقاً به یک زاویه دقیق چرخ دهیم. اما با استفاده از روتیت تول می توانیم فعلا اگر اوکی را فشار دهیم این تنظیم به شکل اعمال می شود. کنترل زد را فشار دادم تا واگرد شود. و اگر روی کپی کلیک کنیم شکل دیگری به دست می آید که با شکل اصلی متفاوت است. بنابراین این مفید خواهد بود که ما شکل متفاوت ایجاد می کنیم. درست است؟ من به طور خلاصه در مورد اسکیل تول صحبت خواهم کرد. زیرا این توابع همپوشانی بسیاری دارند. شکل را با Direct Selection Tool انتخاب کنید. سپس روی آن دوبار کلیک کنید. ما می توانیم اندازه را با جزئیات تنظیم کنیم. و می توانیم پیش نمایش را بررسی کنیم تا ببینیم چگونه به نظر می رسد. من اندازه را به 70% کم می کنم. در جایی که می گوید یونیفرم 70 را وارد کنید، سپس پریویو را چک کنید. آیا می بینید کوچکتر شد؟ اگر روی کپی کلیک کنید، شکل دیگر را به دست می آید که به 70% کاهش یافته است. بیایید آن را امتحان کنیم. ما یک شکل اضافی داریم که دقیقاً به 70% بالای شکل اصلی کاهش می‌یابد. بیایید رنگ آن را تغییر دهیم. بر روی فیل کالر دوبار کلیک کنید و از اینجا رنگی را انتخاب کنید. یا می توانید از Switches Panel در سمت راست رنگی را انتخاب کنید. مانند این. ما می توانیم انواع مختلف از اشکال سرگم کننده بسازیم. خوب. بنابراین امروز من قصد دارم یک مفهوم بسیار مهم جدا از تول باکس را توضیح دهم. این یک عملکرد در مینوی پت فندر است. این عملکردی است که باید در صورت یادگیری الستراتور این را بدانیم.
من آن را با استفاده از اشکال ساخته شده توضیح می دهم. در ابتدا من به شما گفتم که ما بیشتر از پن تول، ریکتنگل تول برای رسم شکل ها در الستراتور استفاده می کنیم. اما گاهی اوقات وقتی از بعضی اشکال استفاده می کنیم یا از پن تول برای ساخت اشکال استفاده می کنیم، ممکن است به یک عمل کرده برای ترکیب اشکال با هم نیاز داشته باشیم. به عنوان مثال با سلکشن تول این شکل را بکشید و انتخاب کنید. با این حال این دو شکل یکی نیستند. وقتی آنها را انتخاب کنید می‌بینید که جداگانه انتخاب شده است. قرار است مواقعی پیش بیاید که باید این دو را با هم ترکیب کنیم و این وقتش است که ما از منوی پت فندر استفاده می‌کنیم. با سلکشن تول دو شکل را بکشید. سپس در زیر شیپ مودز در منوی پت فندر روی نماد کلیک کنید که به نظر می رسد دو شکل را ترکیب کرده است. سپس روی پس زمینه کلیک کنید تا شکل انتخاب نشود. اگر با سلکشن تول یک بار دیگر روی آن کلیک کنید می بینید که یک شکل واحد به وجود می آید. بیایید یک آزمایش انجام دهیم. ما قصد داریم فل کالر را تغییر دهیم و ببینیم که آیا هر دو شکل رنگ را تغییر می دهند یا خیر. و می بینیم که شد. اکنون بر روی این نماد به نام اکسپند کلیک کنید. در الستراتور هر یک از این رؤوس را پت یعنی مسیر می نامیم. خواهید دید که این مسیرها به یک تبدیل شده است. دوباره امتحان می کنم. با فشار دادن کنترل زد آن را واگرد کنید. روی اکسپند کلیک کنید. خواهید دید که مسیر یعنی پت یکی شده است. دو شکل با هم ترکیب می شوند. می توانید آن را به این گونه کاهش افزایش و چرخش دهید و همچنین می توانید که یک طرح کلی قرار دهید. در استروک بیایید یک طرح کلی سبز ارائه دهیم. سپس ضخامت آن را تنظیم کنید. بیایید آن را سه بسازیم. شما می توانید یک طرح کلی را ببینید. زیرا به عنوان یک شکل واحد شناخته شده است. آیا شما هم دنبال می کنید؟ سپس این بار بیایید یک سوراخ ایجاد کنیم به اندازه این مربع زرد در مربع سبز. به زبان ساده این مانند منفی کردن یا تفریق است. آنچه را می خواهید کم کنید باید آن را درباره شکل بریده شده قرار دهید. اگر این مربع در عقب باشد، باید این شکل بزرگ را با سلکشن تول انتخاب کنیم. سپس کلک راست کنیم، Arrange, Send to Back، بعدا می خواهم در این بارم بیشتر توضیح دهم. اما Arrange یک دیگر از عملکردهای بر استفاده است.
برای تغییر ترتیب اشکال و اشیایی که در الستراتور رسم کردیم استفاده می شود. بیایید سبز را به عقب بفرستیم. من به شما گفتم چیزی را که ما می خواهیم کم کنیم باید بالا بیاید. درست است؟ به خاطر که ما می خواهیم زرد را کم کنیم. باید در بالای صفحه قرار گیرد. و ما دوباره آن را انتخاب خواهیم کرد. دو شکل را با هم انتخاب کنید. سپس روی نماد دوم کلک کنید تا شکل با رنگ زرد کم شود. می توانید سوراخ را ببینید؟ اما به خاطر که پس زمینه سفید داریم واقعا نمی توانیم تشخیص دهیم، بنابراین من یک رنگ متفاوت را در پشت سرش قرار می دهم. من پس زمینه را خاکستری می کنم به خاطر که استراک در پیش رو بود. آن را تبدیل کرده و استراک را به نن تغییر می دهم. سپس دوباره آن را انتخاب کنید. سپس بر روی ارنج کلک راست کنید. ما گزینه ی سنت تو بک را انتخاب می کنیم تا به عقب برگردد. چگونه به نظر می رسد؟ می‌بینید که ما سوراخی به اندازه مربع زرد روی مربع سبز داریم؟ با استفاده از این عمل کرد می‌توانیم انواع جلوه‌ها را ایجاد کنیم. ما واقعاً از دو نماد باقی مانده استفاده نمی‌کنیم، اما من مختصراً آن را توضیح می‌دهم. من یک مربع با رکتینگل تول رسم می کنم. رنگی را که دوست دارید انتخاب کنید. سپس انگام فشار دادن آلت آن را کپی کنید. آن را در اینجا کپی کنید و رنگ آن را تغییر دهید. با استفاده از رکتینگل تول این دو شکل را با هم انتخاب کنید. سپس روی نماد سه در پت فندر کلک کنید. می توانید ببینید که فقط قسمت همپوشانی باقی مانده است. اگر با سلکشن تول روی شکل کلک کنیم می توانیم ببینیم که قسمت های حذف شده هنوز در آنجا هستند. بنابراین به عبارت دیگر قسمت همپوشانی یعنی رو به هم افتاده شکل بالا همان چیزی است که در آخر باقی میماند. بیایید دوباره آن را امتحان کنیم. برای انتخاب هر دو شکل بکشید. روی نماد سیوم کلک کنید تا فقط قسمت همپوشانی آن باقی بماند. و اگر روی اکسپند کلک کنید قسمت هایی که نیازی به آنها نداریم پاک می شود. دلیل این که چرا باید برای اکسپند کلک کنیم من به شما گفتم. این رسم ها در الستراتور به عنوان پتس نامیده می شود. بیاد دارید؟ وقتی مسیرهای زیادی وجود دارد اندازه دوسیه الستراتور بزرگتر می شود. و این باعث می شود که کامپیوتر هنگام کار روی یک پروژه کند و یا ضعیف شود. درست است؟ به همین دلیل در صورت امکان مسیرها را حداقل نگه داریم. بنابراین حتما روی اکسپند کلک کنید. و آخرین نماد برای چیست؟ کنترل زد را فشار دهید تا واگرد شود.
این بار آلت را فشار دهید و یک مربع را کپی کنید. و رنگ آن را تغییر بدهید. اکنون همه موارد را با هم انتخاب کرده و روی این نماد کلک کنید. آیا می توانید ببینید قسمت های روی هم رفته ناپدید شدند؟ این عمل کردی است که می توانیم از آن برای ساختن اشکال سرگون کننده استفاده کنیم. اما ما بیشتر از دو نماد اول استفاده می کنیم. و برای این هم همون گونه در روی اکسپند کلک کنید. این باعث می شود تمیز به نظر برسد. درست است؟ خب، امروز ما در مورد یکی از مهمترین عملکرد در الستراتور به نام پت فندر اطلاع کسب کردیم. امیدوار هستم که به خانه بروید انواع مختلف اشکال را بررسی کنید و تمرین کنید. تشکر می کنم.